شما به اتهام اختلاس 200 میلیارد تومان بازداشت. من اختلاس کردی؟ به اتهام اختلاس آوردنم اینجا. به یکی زنگ بزن که برشی داشته باشه. به کی مثلا؟ شریفی؟ دایی خانومه. مگه هوشنگ به شما زنگ زدی؟ آره، برای همین من اومدم. یا من دستم با اونا توی کاسه بوده یا مشیری. من که نبودم. خب پس مشیریه دیگه. واسه اینکه خودتو بیگناه نشون بدی، رفتی منو فروختی. در بچه سرکار خانومه جهانگه. چکی خودمه. تو بابای مشیری هستی؟ بله. به احتمال زیاد مشیری تو اختلاس دست داشت. نه دایی جون، خواهش میکنم. بابای مشیری مرده. بچا مشته بده. هوشنگ امشب ولش میکنن میاد. واه. چرا همچی میکنی بچه؟ مرده. تبون تو قصد بگی. بابا، بابا جا. بابا، بابا. حالا یه ساعت اینو ای تپ 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 تکون میده، آخرش هم همیشه اشتباه میگه. بی سواده خیلی. وای ننه الهی بیمیرم. پوز آلیا جیب خالی. ببخشید. بله. سلام. چطوری علیرضا جون؟ قربونه تو. من عذرخواهی میکنم، یه کار اورژانسی الان برای من پیش اومده. من بعدم با تماس میگیرم. خدا نگهدارت. آقا جلال کیه؟ یکی از اعضای شورای شهر بود. همون قهرمان ارزنده کشور ما؟ باریکلا. علیرضا دبیر بود. علیرضا دبیر، علیرضا دبیر و حالا سرشاخ میشه و اخطار میگیره. این آمان نکنه ده تو فیلا داشتیان قرار تو کشت ما زلب نمیشو. ماشالله قده دا برم. با من بودی؟ عزیزم ما که چند وقت پیش بردیم جام جهانی فرنگی، زلب نشد بهمون. یه دقیقه ساکت ببینم. ای میگم بابا رو ببریم بیمارستان، خب امکاناتش بهتر ها؟ ببریم بیمارستان و سوار آسانسور های بالا و پایین ها. یک کلوم از مادر عروس. اورژانس هم کفه، آسانسورم نمیخواد. این موضوع آسانسور چیه اینقدر بحث میکنی؟ هیچی، یه چیز میگه گفته باشه. بسه دیگه، سارا بابا چشه. وای پدر خوبم. جلو چشم بچه رو بگیر آقا جلال، جلو چشم بچه رو بگیر. بابا یکی بخزت یه ملفه بندازت رو این ترکشید رفت. این با خاک تو سرم شد. مرگ پایان کبوتر نیست. حالا دایی جون وقتی کفته بازیه. وای ای وای چه خاکی تو سرم. چی میکنی؟ مگه نمیبینی داره نفس میکشه؟ پس بابا چش شده؟ یه دقیقه بیاین دایی جان. هیچیش نیست، فقط داره تمارز میکنه. یعنی چی؟ هیچی، احتمالا دیده داریم به بابای آقای مشیری میرسیم، حواسمون بهش نیست، اینطوری داره خودشو لوس میکنه. یه کمی بهش توجه کنید حالش خوب میشه. باریکلا این دفعه مطمئن نیست سارا؟ بله که مطمئنم ماما. من برم یه چیز شیرینی درست کنم بیارم. سر و صدا اومدی؟ زهره فکر میکنم بابا سکته کرده، از رنگ و روش معلومه. نه بابا، سارا ماینش کرد، گفت چیش نیست دیگه. خاطرمه میگم سکته کرده دیگه. ببین سارا پزشکه، میفهمه کی مریض قلابیه کی داره درست میگه. میدونم، به این دوستش مهدوخ زنگ بزن بیاد یه ماینه بکنه، ایرادی نداره. حالا اون باسوادتره دیگه. خب سارا هم باسواده. بعد تازه سارا روی خیلی حساسه. خب حالا بهش بگو که مثلا از اینجا رد میشده اومده یه سری زده. ولی سارا هم با سواده ها. میدونم خیلی با سواده، ولی بابای ما الان مهمتره. الو سلام مهدوخ جون، خوبی؟ ببین دخترم، من بابام حالش بد شده. بابای خودم دیگه. آره
نه سارا ماینش کرده، میگه داره تمارز میکنه. آخه سارا همیشه اشتباه تشخیص داده، واسه همین ما به تشخیصاش هیچ اطمینانی نداریم. نه شما اطمینان ندارین، من کاملا اطمینان دارم. حالا اون که نمیره به سارا بگه. ببین مهدوخ جون، تو به یه بهانه یه نوک پا بیا بابا رو معاینه کن. آره باشه عزیزم، قربونت برم. پس من منتظرم و خداحافظ. زهره خیلی اشتباه کرد به مهدوخ زنگ زدی. چرا؟ چرا؟ باید به تشخیص دخترت احترام میذاشی. من از جانم مامانت معذرت میخوام. ببخشید. مشیری جان سکت شو بابا. ببین من الان میدونم تو داری چی میکشی. برحال پدرت دستتو وردار، حرفم نزن. دستمو ور میدارم ولی بذار حرفمو بزنم. نمیخوام بشنوم یه جمله. نمیخوام بشنوم. ببین مشیری، تو اشتباه کردی اما الان پشیمونی. من اینو میدونم ولی تو هم بدون که من هیچ وقت تنهات نمیذارم. تو هر شرایطی، تو هر موقعیتی همیشه باهاتم تا روزی که بمیری، تا ابد. امی بله بلند شو باید بریم. کجا؟ زنگ زدن گفتم میتونی بری. آخ دمتون گرم بابا. شما میمونی. یعنی چی؟ یعنی که ایشونا یکی ضمانتش کرده درش آورده، شما را نه. قوی باش مرد، تو خلوت خودت بشین و به خودت فکر کن. میری تو؟ مجبورم مشیری، اینا میگن برو، من نمیتونم بمونم که. اما از لحاظ روحی تنهات نمیذارم، همیشه با هاتم. خداحافظ مرد. موشن بیا. چیزی میخوای بگی؟ آره دیگه. خب بگو. خصوصیه. راجب چی؟ خودت. با من بودی؟ با خود خودت. تازه بیا بیا. اینم برای تو رات. برو برو دیگه، برو حال کن. سارا، سارا جون در رو واکن. سارا آخه من که حرفی نزدم، فقط واسه محکم کاری زنگ زدم به مهدوخت. اینو بگی سارا جبروت داشته باش. چرا اینطوری در میزنی؟ این بود این بود. اگه دیدی یه وقت کسی در رو وا نمیکنه محکمتر بزن. اگه دیدی بازم وا نکرد محکمتر بزن. اگه دیدی بازم وا نکرد یه جوری در رو بکوب که بره تو صورتش. این یه اصله. سارا جون، مامان جان، آخه چرا از دست من ناراحت میشی؟ من که کاری نکردم. بیا برو یه سری به مریضات بزن. شما که زنگ زدین دکتر دعوت کردین، اجازه بدین الان خودشون میان به والینشون ویزیت میکنن. تشریف آوردن. هوشنگه؟ آه بله بله بله. هوشنگه؟ باباست؟ نه خانم جهانگرده، میگه تاریخ چکم مال 6 ماه دیگه است، اومده عوض کنه. الان میان. خانم محترم تاریخ این چک رو نگاه کنید، مال 6 ماه دیگه است، تاریخش اینجاست. من اگه این فردا ببرم بانک چی میشه؟ بله خانم جهانگرد، من خودم 19 ساله دارم تو بانک کار میکنم. شما لازم نیست محل تاریخ چکو به من نشون بدی. من میگم بابام حالش به هم خورده، الان خوابوندیمش. البته دخترم که پزشکه بالا سرش. دخترتون دکتره؟ بله. تخصصش چیه؟ حالش فرقی میکنه، مهم اینه که بالا سرشه. مهم اینه که بابای من الان حالش به هم خورده، نمیتونه از جاش بلند شه. خانم جهانگرد تشریف میارین بالا؟ ایشون نمیتونم بلند شن؟
بابا مگه شما حالت بد نبود؟ نه بابا، راهنماییشون کن بیام بالا. نه ممنون، شما لطفا تشریف بیاریم پایین، تاریخ این چک رو عوض کنیم، من باید برم. آخه من زیاد حالم خوش نیست. شما جمله قبلی درست برعکس این بودا. بس نکن بالا. خانم جهانگرد تشریف بیاریم بالا، البته ما خیلی شلوغ پلوغیم ولی خوشحال میشیم. آخه آژانس منتظره. آره پول آژانس حساب کن بیارشون بالا. سال 34 اولین خونه که تو ایران تلویزیون داشت خونه مرحوم پدر من. ببخشید تازه مهر 1337 اولین برنامه پخش شد. چطوری شما تلویزیون داشتین 34؟ شما مطمئنه؟ بله، اولین موجیش هم مرحوم منوچهر نوذری بود. راست میگم بابا، پس شما چه جوری سال 34 تو خونه تلویزیون داشتین؟ ما نگفتیم که میدیدیم. گفتیم داشتیم. کشتیم یه گوشه ای، گفتیم هر وقت راه افتاد ما هم روشنش میکنیم. اون سه سال اولام فقط نقش تاخچه و میز داشت. اگه خاطرتون باشه تلویزیون قدیما مبله بود. پدر خدا بیامرز من جناب سرهنگ محمود سعادتی یه اخلاق خاصی داشت، همیشه دستش رو بهترین میذاشت. منم از اون ارث بردم اخلاقمون دیگه. منم چیزای خوبه دوست دارم. ایوا بابا محمود که استوار بود، سرهنگ نبود که. حالا ارتشی بود دیگه. خب من میدونم، استوار با سرهنگ فرقی داره دیگه. نه بابا، استوار و سرهنگ دستش تو گردن همه. نه استوار دستش تو گردن گروهبانه. ولی خانم مرحوم پدر من تیمسار مشیری واقعا تیمسار بودن. ببخشید اون وقت شما مدرک هم دارین؟ بله. کو الان که همراهم نیست. هر وقت داشتیم باهاتون بزن تو سر با بزرگ ما. بله یه لحظه گوش خدمتون. نگه خانم. بله. اون اسم داداش وزیر نیرو چی بود؟ چی میدونم؟ بابا همینه که یه ما پیش اومدن اصفهان، پنج شیشی رو هم موندن در رفتن با خانواده بودن. این چی بود اسمش؟ میدونم کیا میگوی اما اسمش یادم نی. خیلی خوب خیلی خوب. آقا معذرت میخوام، آقا بگذنیم اونا رو ولشون کن. یه خانوم تو هم جواهری بود، خدا رحمتش کنه. دق کرد؟ دق نکرد، مریض بود. تا لحظه آخر برا سرش وایساده بودم، ازش پرستاری میکردم. خانم شما چطور؟ تو آسایشگاه سالمندان فوت کرد؟ نه خیر، تو بیمارستان خصوصی. سالش شده یا نه؟ چطور مگه؟ 10 سال زنم مرده. با وجود اینکه همش سفارش میکرد سر و سامون بگیرم، اصلا به فکر ازدواج نیفتادم. خدا رفتگان همه رو بیامرزه. علی حرفا چیه میزنید؟ خواهش میکنم تاریخ چک منو عوض کنید، من برم. چقدر عجله دارین شما. ببخش. الو الو، ببخشید صداتون نمیاد. الو منم بابا، من تو آشپزخونم. چشم، چایی هم میارم، فقط شما این خانومه رو زودتر ردش کنیم بره دیگه. آخه بابا وقت گیر آوردین تو این شبی که هوشنگ معلوم نیست کجاست و دایی جلال اومده همچین بساطی رو انداختین. بابا جان عطا اینجا نشسته داره از هرس سکته میکنه، میگه عطا غلط کرده، من خودم درباره آیندم تصمیم میگیرم. دایی چی؟ به اون چی بگیم؟ کجا میری مامان؟ مگه خواب نبودی؟ بابا جان اصلا عطا به درک، به دایی جلال چی میخواییم بگی؟ من نباید چیه بدونم؟ چی دایی جون، چیزی نشده که. من و جلال تو سیما همه چی رو به هم میگی. قربونت برم که با این سن کمت انقدر معرفت داری. شیرین جون مگه ما دشمناشی میره خبرچینی میکنه؟ خبرچینی این چی؟ ببین بابا جون، هر خبری که تو چین گفته بشه بهش میگن خبرچینی. خبر چین؟ اصلش خبر ژاپنی که چینی ها از روش زدن. آفرین پسرم، بیا. حالا من باید قهرم، ولی خجالت نمیکشی به بچه اطلاعات غلط میدی؟ خب چی بره مثلا جاسوسی بکنه؟ حداقل یه خورده از گویندگی و اخبار و اینجور چیزا داره سردر میاره دیگه. جاسوسی جایی که سوست زندگی میکنه؟ نه بابا جون، اون جاسوس که جاسوس اونجایی هستش که سوس میذارن. این اطلاعات درستی که عزیزم مامان، بیا خودم برای توضیح بدم. بیا. چرا دارید بحث عوض میکنید؟ شما دارید یه چیزی از من قایم میکنید. این خانم کیه؟ گفتم که دایی جون سعید زده به گربهش اومده خسارتشو بگیره، الان زودی هم میره. بابا رضا هم نیست که عاشق خسارت دادنه، این قیرقی از جاش پدی رفتم پنجره که صداش کنه خسارتشو بده. صبر کنید مینا، این جوابایی که دارید به من میدین تشهیت نتیجه خوبی ندارد. ولی اینطور که من منظورتون رو فهمیدم و تو حرفاتون بودم، به
مثل این که این آقا رضا چشش این خانوم رو گرفته، یعنی دل سپرده شده. او سر سپرده میخواست، من دل سپرده بودم، تو سر سپرده بود. وای نمیدونی چقدر از دست این دوتا پیرمرد خندیدیم. تمام خاطرات ترون قدیما برای این خانم دوره کردم. آقا رضا چی کار داره میکنه؟ آقا رضا داره چی کار میکنه؟ با به توف شده داره میرجاله، یکی باید جلاشو بگیره. اونجا چیه؟ جز جلا وارد میشه و گو خبری کرده. آقا جون عطا دایی جون این خانم کیه؟ دایی زهره گفتی که سعید زده به گربش. ماما این خانم کیه؟ عزیزم مادر بزرگ جدیدته. مامان بزرگ مبارک، پیوندتون مبارک. شیرین چی میگی؟ من اطلاعات غلط به بچه‌ام نمیدم. حالا مگه چی تو شده؟ اون خدا بیامرزم اگه زنده بود راضی بود آقا رضا زن بگیره. آخه از این خبرا نیست نگین جون. گفتم اگه. نه شما نگفتین اگه. ببین دایی جون تو این بچه خارا من تو رو بیشتر از همه دوست دارم، ولی چی طوری غیرت اجازه داد که بابا برد این کارو بکنه؟ دایی همش تقصیر هوشنگه دیگه. ای به هوشنگ بدبخت چه مربوطه با سرش حرف میزنی؟ ببخشین هوشنگ بابا رو نبرد به جای گربه قالب بکنه به اون پیره زنه؟ وای ننه میاو پیشتی پس اس نگی ای ماما عزیزم، ماما بزرگ تو اذیت نکن دیگه. چی اذیت کن؟ اذیت کن ماما. خونه مادر بزرگ هزار تا قصه داره، خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. کنار خونه ما عزیزم من مادر بزرگ شما نیستم. چرا هستی مامانم گفت؟ بیا بخون دوباره. حتی مثلا تو طوله نه همون قبلی رو. خونه مادر بزرگ شادی و قصه داره. هر چیشون بابا پاشو یه بخون بابا. شما هم چک این خانم رو لطفاً بدین برن. لازم نکرده تو کار من دخالت کنی. اون بچه رو بزنی میخواد بازی کنه. نه بذارم شما استفاده ابزاری ازش بکنی. بابا بابا جنم سلام. بابا اومده؟ وای خدا رو شکر تلایی جون خیلی ممنونم. سلام بگیر بابا بسرم. سلام آقا جلال. آقا جلال بوی خونه میبین بالا. خوش اومدی. خیلی خوشحالم که میبینم تو. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. کجا؟ بریم بالا. نه امو جو چی شد؟ سپین بالا. چی شد زمان؟ خانم جهانگرد بالاست. خانم جهانگرد برای چی اومده؟ نه شما نه اگه چی شده؟ دو دقیقه بریم پیشش بشینیم. شاهده چی شده؟ بیا چی بود؟ آقا مشنگه مشنگی هم اومد. ایبا چی جاله شما پسرتو میگی مشیری؟ بله. ایبا چه ارتباط با اومدی؟ بعد اون به شما چی میگه؟ بابا حالا اومد؟ نه آقا بشنگ تناس. مگه کجا بودن؟ چرا اینقدر شلوغ پلوغ شد؟ زندان بودن. زندان؟ آره دیگه 200 میلیارد اختلاس کرده بود. فعلا درش آوردیم بعد ببینیم دیگه چی پیش میاد. 200 میلیارد؟ یعنی همین آقای که پسرشو انشتن منو زیر کرده اختلاس کردن؟ آره بابا همون دیگه. من اصلا از این کارش خوشم نیم. دلم برای تک تکتون تنگ شده بود. دایی جون نمیدونم به چه زبونی ازتون تشکر کنم. اختیار دارید. ببخشید یه لحظه. سلام آقای دکتر. ببخشید موقع شب مزاحمتو شدم. دکتر جون میخواستم ببینم که این هوشنگ مظاهری در ارتباط با من آزاد شد یا طبق ضوابط. خیلی ممنون، پس خیالم راحت باشه. دکتر جون اگه در ارتباط با من باشه شما مسئولین. ممنونم، میبخشید مزاحم شدم. سلام به عمو برسونید.
قربون شما. متشکرم. نه نه امکان نداره دکتر جون، امشب نمیشه. شب بخیر. خب اوشنگ جون میگفتی، البته اینا بهت بگم که آزادی تو ربطی به رانت نداشتا. اما در صورت ممنونم دایی جان، فقط یعنی دیگه با من کاری ندارن. نه من هنچه حرفی نزدم، شما فعلنا به صورت مشروط آزادید. حالا تا روشن شدن اون اختلاستون شما فعلا تحت نظرید. یعنی ممکنه دوباره بگیرنش؟ فقط غیر ممکنه که غیر ممکنه. Impossible is impossible. It's a political principle. به هر حال میخواستم اینو بگم. تمام اون مدتی که اونجا بودم، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه به فکرتون بودم. همچی میگوین تمام مدت؟ انگار 20 سال اون تو بوده. نه نگین اون تو، نگین خانوم. اونجا برای خودش یه دانشگاه است. خوشحال لیسانستو گرفت، یعنی که مثل سارا ریفوز شدی. قربونم شیرین زبونیات برم. خونواده خوب من، نمیدونین چقدر براتون حرف دارم. 27 سال مخ ما رو خورده، حالا یه نصف روز نبوده، با انرژی اومده قشنگ جبران کنه. البته من منظورم با شما نبوده عطا جان، شما خودتون صاحب تجربه این. چه حرفی به شما بزنم، شما خودت چند سال پیشتر اون جریان که اون تو بودی با معدل بالا فارغ التحصیل شدی، اونم کارشناسی ارشد. جلو بچه آدم چیز نمی کنی که. نه متوجه نیست، گوشی دستش نه. میگم هوشنگ خان. بله. مشیری چی کار میکنه؟ اتفاقا اونم خوب بود، توی دانشگاه با هم هم کلاس بودیم، اون تا اون تای کلاس میشست. من اتفاقا میخواستم امشب هم یه کاری کنم اون بیاد، ولی گفتن آقا یه سری مدارک جدید علیهش اومده است که باید جوابگو باشد. آن نگفتن چه مدارک جدیدی؟ نه خیر، با اصلا صحبتش نشد. راستی داشتم میومدم، چرا ماشین شلو در نبود؟ ماشین؟ با ما جلو تغییر آورده بود، ماشین رو تنداختو. هرشیا نبا میگفتن؟ ببخشی باز قد گوشی رو میدادی دست من. تو ماشین منو با جرثقیل جا به جا کردی؟ بله. بله چرا؟ برای اینکه یاد بگیری ماشین تو جلوی پارکینگ مردم پارک نکنی. مردم چیه؟ پارکینگ خونه خودمه. ولی ماشین من تو پارکینگ بود، پس پارکینگ مال منه. ببین زهره من یه کار شنگ، خانم جهانگرد پایینه، بریم پایین، شما بعداً دعواهاتونو بکنین. من گفتم بیاین بالا که جلو اون حرف آره. زندان مندان پیش نیاد، آبرومون بره. آره هوشنگ، یه ذره خودم کنترل کن. نه دروغ کار بدیه. ها قربونه. شما که دراز میکشین خانم جهانگرد، ناخداگاه دلتون میخواد دستتون رو بلند کنید، ستاره بچینید. خیلی نزدیکه. یعنی وقتی میخوابیدین ستاره ها رو میدیدین؟ آسمون کویر معروفه دیگه خانم جهانگرد، شما نشنیدین؟ کویر؟ بله موشای مسافرت بود، همه میدونم. از این تورای یکی دو روزه. مشیر اونجا چی کار میگه؟ باش برش درسته بود قشکه. حالا عرشی آجون بذار بابای آقای مشیری از دستشویی بیاد بیرون، ازش سوال میکنی. مشیری الان این توه؟ نه اون جان، مشیری همونجا موند. چرا؟ برای اینکه از کویر خیلی خوشش اومده بود، نشست اونجا سفرنامه بنویسه. مدارک جدید. بله بله، مدارک جدید راجع به سفرنامه. من بخوام جهانگر، گفتم شما زندان بودین. جانم؟ به جور من اختلاسی که من اختلاس نکردم. نه زندان نبود، کبیر بود، رفته بود ستاره بچینه بیاد. هوشنگ نقشمون نگیره، فقط یه خودی آبرومون را. البته من کبیر بودم. خب چیه، من فقط یه حقیقتی رو یه چند وقت زودتر اعلام کردم. تو برنامه‌مه که برم کبیر، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. خانم خانم جهانگرد، من واقعا نمیدونم چه جوری ازتون معذرت خواهی کنم. اشکالی نداره خانم جهانگرد، غریبه نیست، باید همه جیری بدونه. ببخشیم بابا، خانم جهانگرد چرا با یه اسرار خانواده ما رو بدونه؟ چون من میخوام. حرفیه؟ آقا رضا، شما و بزرگتری ماید. خب منم به همه گفتم که شما بخارم رو میدهید. میخواستم یه زحمتی بکشید، یه بیان یه چند دقیقه یا ما به صورتی جدی یا خصوصی بشینیم با هم رایزنی کنی. نه چرا اینجوری حرف میزنی؟ من با احدی رایزنی نداره. ببینید میخوایم ما راجبه اون گزینه که رو میز است، میخوایم با هم بررسی کنی. الان فقط یه گزینه رو میز هست. سرکار خانم میتونم از اون درخواست کنم
دو دقیقه تشمیم تو حیات عرض خصوصی داشتم باهات. درباره چی؟ عرض کنم خدمت کمک مانا شمید دست درد خیلی من میتونی بریم؟ بله خیلی من آقا رضا چون برای چی میخندی؟ به این که میگد یه گزینه رو میزه بابا ببخشید شما چه کار خصوصی با این خانم دارین؟ به خودم مربوطه به تو چه؟ نه بابا جدی دارم میگم من این که از رو نشه من میخوای رد چی؟ نشه برده باره کلا بزه باید بیاد ببرمید ظاهر باطن ما اینه اصلا حیات خونمون هم کنده یکی داده بودین که دوباره چرا یکی کندی؟ اینه برای پشت گوشتون کندم از من و شما دیگه گذشته شوخی کردم خانم حرفا میزنی من فقط واسه چکم اومده بودم 5 میلیون تومن که قابل شما رو نداره شما هم بفرمایید من دنیا رو براتون زیر رو میکنم کول رو به دوش میکشم خسته میشین ها خب میزنم زمین خستگیم در رفت دوباره میزنم رو کولم خیلی خوش اومدین خواهش میکنم خواهش میکنم خدا نگه خدا حافظ سلامت با اجازه فردا خدمت میرسیم کار کنی؟ همین الان یه جلسه فوری خانوادگی با قید یه فوریت یا دو فوریت؟ اونی که ضروری تره کدومه؟ میگم دایی جان جور. لازم نیست کاری چیزی برای من بکنین دیگه؟ نه دیگه در همین حد کافیه آخه چقدر لابی تو لابی؟ به قولی به چا سیاسی لابی تو لابی نتیجهش میشد قول لابی نه آخه یکم نگرانم برای همین دارم میگم میگم ها تو چیزی میدونی که من نمیدونم نه دایی جان من که از خودم مطمئنم که هوشنگ اگه چیزی میدونی به من بگو به نفعت حساب نه دایی من دارم برای محکم کاری میگم از قدیم گفتن کار از محکم کاری عیب نمی کنه خب درسته تو چشم من نگاه کنی نه جانم نه هنوزم تشاد پاکه بریم اینم منتظرم بله بفرمی خوبی؟ خوبه تجم بفرمی خب شما بفرمین من ادامه شو میام از پای اجازه ما 10 نفر اینجا جمع شدیم که 9 نفر همه ما 9 نفر امروز اینجا جمع شدیم که دایی ببخشید من فکر میکنم که 11 نفریم خب حالا عددش که مهم نیست هی حرفشو قطع میکنین بفرمایین داداش چه جون بفرمایین همه ما امروز اینجا جمع شد ولی اشتباه میکنی سعید 9 تاییم من دیگه حرفی ندارم اصلا حرف نمیزنم همینو میخواستی؟ ببین زوجه من 2 بار شمردم 9 نفر بودیم فقط نمیدونم وقتی داشتم میشمردم این روی میز بود یا زیر میز بود این روی میز بود یعنی گزینه ها همیشه رو میزن البته الان منظورشون از این عرشیا بود خب رو میز بود الانم زیر میزه بابا اصلا چه فرقی میکنه چند نفرین عطا شما حرفتو بزن من حرفی ندارم اصلا امکان نداره بهم برخورد دایی جون یه چیزی بگو شروع کن میخوای ازش معذرت خواهی بکنم حرف بزنه آره داشتم شوخی باهات میکردم خب عزیزان من دقت کردید ما امشب 10 نفر دور هم جمع شدیم که یه سرشماری از خانواده ما بکنیم و نتونستیم ببینید چقدر سختی کشیدی وقت اونجا تو اداره آمار کشور ببین میخوان 75 میلیون نفر 77 میلیون نفر درستش خوشنگ رو حرف من حرف نزن تو برو همون اختلاسه ده بکن
خب به قولی به چا گفتنی ها، ما باید از این مسئله درس عبرتی بگیریم. عطا جان بفرمایید، همه منتظرن. آره دایی جون بفرم. همه ما اینجا جمع شدیم. این که نشد که. چی نشد؟ بابا یه ساعته داریم میزنیم سر و کله هم دیگه که آمار دقیق بگیریم. اون موقع آقا میگه همه ما. خب دقت کن، آماری صحبت کن. همه ما 10 نفری که اینجا جمع شدیم. آفرین آفرین، همین ادامه بده. عطا بشین دایی. کسی دیگه حق نداره صحبت بکنه، هر کی صحبت بکنه وسط صحبت های عطا من باش برخورد میکنم. هوشنگ خان تو خودت هیچی نگی، هیچ که حرف نمیزنه. عطا جمله تو بگو. همه ما 10 نفر که اینجا جمع شدیم. یه بار دیگه وسط حرفیشون حرف زده خود. آقا جلال شما دیگه چرا؟ دایی جون ادامه بده. همه ما 10 نفری که اینجا جمع شدیم. عزیزم بکش کنار، دارم حرف میزنم. میدونم عرشیا جو برو دیگه حرف میزنم. بابا دارم حرف میزنم. خیار نیست بلنگوه. 1 2 3 امتحان کنم. امتحان عزیزم بیا برو قربنش برم. شیری خانم کنار. عرشیا من حواسم پرت میشه، دارم حرف میزنم. حالا چه اشکال داره تو سخنرانی تو بکنی بچم خلاقیتشو بکنه؟ بابا جون حرف من جدیه. ببین به فانتزی بچه احترام بذار. الان اون خیار نیستش که دست اون الان این واقعیت، اون الان میکروفونه. ببین اینجوریه عزیزم، عرشیا جون مامان جون موازه پشت پات نره رو سیمش. عرشیا جان بابا فضا کوچیکه، نیازی به بلنگو و میکروفون نداریم. نه الان همسایی ها بیدار میشن. نه 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 اصلا فکر همسایی ها رو نکنه، همسایی ها خودی هن. تو راحت باش ادامه بده. شیری خانم بیان به صدنه زرفتش کنید. بیان برو بابا جون برو بگون شما برو آیده. بگیریدش بچه. ایوا نکنیم بچه اذیت میشه. خب یه بابا جون ببخشید عزیزم، آروم باش بابا حرفشونه بزنن. قول عرشیا ساکت شو، میخوام حرف حداقل اینجا. همه ما 10 نفر که اینجا جمع شدیم. این صدای چی بود؟ میکروفون سوت کشید. آفرین آفرین، دیدین دیدین عزیزم. حتی شما دقت کن میکروفون یه مقدار انقدر فاصله داشته باشه دیگه سوت نمیکشه. برو از اول بفرما دایی جون. همه ما 10 نفری که اینجا جمع شدیم یه خانواده ایم. همین؟ یه ساعت همه ما رو جمع کردی سر کله همدیگه زدیم، نمیدونم آمار بگیر میکروفون بیار که یه خانواده ایم. آقا جلال مواظب باشین اون ندوزدن ببرن خارج. بابا دیگه ول کنید بسه. برو بابا جون تو هم برو پیش مامانه. برو برو این بچه. ببخشید میشه عزیزم اینجا قربونش برم. ما امشب این 10 نفر دوره هم جمع شدیم که یه مسئله رو بررسی کنیم و اون مسئله همینطور که اطلاع دارید آقا رضاست. خب آقا رضا که میدونید بزرگ فامیلمونه و احترامش برای ما هم واجبه. به قول بچه ها گفتنی ها، همونطور که اطلاع دارید آقا رضا ما میخواد تزیدی فراش کند و یه نفر فرد جدید بیاد توی خانواده. خب مگه یادتون نمیاد ازدواج دایتا بود که همه مخالف بودن؟ دایتا چی کار کرد؟ رفت ازدواج کرد. عطا مهمه؟ با همه مخالفت ها من پافشاری کردم اومدم شما رو گرفتم. پس شما همه تون با من مخالف بودین. شیرین جون مهم اینه که ما الان همه دوست داریم. مخصوصا من. ما همه خوشحالیم تو عروس مایی. مخصوصا من. خب جلسه رای گیری تا 10 دقیقه دیگه اعلام میشه. خب پس شروع بکنم. بچه ها برم تو اتاق. سعی سارا بریم، ما هم آروم آروم میریم برای رای گیری. یعنی چی برای چی؟ خب برای اینکه شما بچه این دیگه نمیتونین رای بدین. خیلی جالبه واقعا، پزشک مملکت شده بچه. نه سارا جان به سن نیست که، به بلوغ فکریه که شما نرسیدی هنوز. البته سال دیگه قبول بشی درست میشه، میتونی رای بدی. ایشالله باریکه. دایی جان ببخشید، ما تو انتخابات ریاست جمهوری میتونیم شرکت کنیم؟ تو این رای گیری خانوادگی نمیتونیم؟ بله قانون خانواده سعادتی اینه که زیر 30 سال نمیتونن رای بدن. ایوا عطا من 29 سالمه. قانون خانواده سعادتی میگه که زیر 29 سال نمیتونی شرکت کنیم.